خوش آمد میگیم به مهمانایی که داریم در این کلاس و همچنین بچه های خودمون. طبق روال گذشته ما هر زمان که آزمون قلمچی رو داریم، هفته بعدش که کلاس خواهیم داشت، اول بررسی آزمون قلمچی رو خواهیم داشت و بعد هم درس خودمون رو. ما امروز پس آزمون قلمچی رو به صورت تحلیلی میریم جلو، ابتدا هم دانش آموز خودمون هم مهمان ها، و بعد هم آزمون بلند مدت جلسه پیش رو داریم که برای بچه های خودمون خواهد بود. حالا دوستانی هم که مهمان شدن تو این جلسه میتونن اون آزمون بلند مدتی رو که بچه هامون تو جلسه قبل درس دادیم و آزمون کوتاه مدتش رو هم کار کردیم، اون آزمون بلند مدت رو هم اونا مستفیض بشن و ازش استفاده کنن. در غیر این صورت آزمون قلمچی که تموم شد، مهمان ها میتونن دیگه نباشن، دیگه الزامی برای حضورشون نیست مگه اینکه خودشون بخوان. خب باز طبق موارد روال گذشته، اینکه آیدی کانالمون هست ادسان عربیک مصبا، آزمون 5 آذر قلمچی یک تحلیلی در ارتباط با اون داشته باشیم. خب باز هم من میرم سراغ اون تاکید همیشگی خودم که موضوع مخفف سازی در بخش ترجمه است. عملا باید ما 10 تا تست ترجمه داشته باشیم که حالا در آزمون قلمچی به خاطر که 25 تا تبدیل به 20 تا شده، این 6 7 تا بیشتر ترجمه نیست و بعد هم سایر مواردش. در تست های ترجمه من گفتم باید به این مخفف من توجه داشته باشین همواره. اصل فزج من. فزج من. که اینو در زبان تنظیم شعری گفتیم فزج من، فزج من، تو یاری و یاور من. تو مقوله ترجمه این خیلی به درد ما میخوره. ف مرادمون فعل ها هست به لحاظ زمانی که تقسیم میشه به ماضی، مضارع، امر، مستقبل. بعد این باز مثبت دارن، منفی دارن، ساده دارن، التزامی دارن، بعید دارن، استمراری و سایر موارد. اینا رو ما قبلا توضیح دادیم. پس فعل ها بسیار مهمن، جایگاه اولیه رو دارن. من ببینید این مخفف هم بر اساس اولویت داریم به موضوع میپردازیم. پس فعل ها به لحاظ زمانی فوق العاده مهمن که همیشه فعل ها رو در نظر بگیرید. ز ضمایر، ضمیرایی که درون جملات هستن، باز هم به اونها باید توجه داشته باشید. اگر ضمیر اومده تو ترجمه باید دیده بشه، اگر نیومده خب نباید ازش استفاده بکنیم یا نباید در ترجمه بیاد. و چیم، جمع بودن کلمات، مفرد و جمع بودن کلمات. اگر کلمه جمع اومده مراقب باشید که ببینید در همه گزینه ها اون جمع معنا شده است یا نه. میم، معرفه بودن، کلمه اگه معرفه است معرفه ای ترجمه بشه. و نون هم نکره بودن که اگر نکره است باز به صورت نکره ای ترجمه بشه. حالا در کنار اینها ما موارد مختلفه دیگر رو هم داریم، مثلا بحث موصوف صفت هستش، مضاف مضاف الیه هستش، ترتیب کلمات هستش، حروف عاطفه هستش، حروف عطف هست، تعداد شمارشش و اعداد هست، موارد دیگر هست که در مقوله ترجمه اونا هم مطرحن، متا اینا موارد اصلی است که باید در هر تستی بهش توجه بشه. خب میریم بر اساس این مطلبی که گفتم تست اول رو بررسی کنم. یک فعل امر ما اینجا داریم حب، یک فعل دیگه هم اینجا داریم الحقنی، یک فعل دیگه هم اجعل اینجا داریم، یک کلمه جمع هم ورثه داریم که حالا بهش خواهیم رسید. خب نگاه میکنیم حب رو ببینیم که یک فعل امر هستش. خب میگه ببخش، ببخش، عطا کن، عطا کن. در حقیقت اینها اشکالی درش نیست. اما الحقنی، الحقنی یعنی ملحق کن مرا. الحق فعل امره، این نونم نون وقایه هستش که بین فعل و اون یا هم یای متکلم هست، یعنی اون ضمیره هست که باید ما در ترجمه ببینیم. خب میبینیم مرا به افراد سالم ملحق کن، میپذیریم. مرا به درستکاران پیوند بده، میپذیریم. اما در گزینه 3 میگه و به بندگان سالم بپیونده یا پیونده. خب چه کسی رو؟ معلوم نیست. این گزینه حذف میشه. اما در مورد 4 هم مرا به صالحان ملحق کن، باز هم ایرادی برش نیست. خب اجعل هم باز فعلی است که درست ترجمه شده
میریم اینجا الحق اجعل قرار بده قرار بده قرار بده قرار بده هیچ ایرادی برش نیست. اما میریم سراغ ورثه. توجه داشته باشید بچه ها که ورثه کلماتی که بر وزن فعله میان فعله این جمعه جمع مکسره جمع مکسر هست. مثال شو ببینید، مثلا میگیم طلبه. خب طلبه مفردش هست طالب. طالب کلماتی که بر قالب فاعل هستن دو نوع جمع رو میتونن کنار خودشون داشته باشن، طلاب طلبه، وراث ورثه. ببینید عین هم دارن عمل میکنن. پس وارث دو نوع جمع داره، یکی وراثه یکی ورثه است. طالب دو نوع جمع داره، طلاب و طلبه. پس این جمع هستش. حالا بریم ببینیم که کدوم گزینه‌ها رو میشه حذفش کرد بر اساس این مطلب. سه که رفت کنار، اینجا میگه وارث حذفش میکنیم. این قبلی که حذف شده بود، اینجا میگه میراث حذف میشه. حالا شما به من بگید بچه‌ها کدوم گزینه رو انتخاب کنیم؟ یک و سه و چهار حذف شد، کدوم گزینه؟ گزینه دو رو انتخابش میکنیم. هم فعلامون درست ترجمه شده، هم ضمیرامون درست ترجمه شده، هم کلمات مثل ورثه اینا. پس مواردی که در اینجا به ما کمک کرد که رد گزینه کنیم و انتخاب گزینه صحیح، یکی الحقنی یکی پس شد الحقنی که این ضمیر یا هم درش مؤثر بود، یکی هم کلمه ورثه بود. ورثه بر وزن فعله جمع هستش، به صورت جمع انتخاب میکنه. این از تست اول. بریم برای تست دوم. واژه‌ای داریم به نام هناک. خب هناک رو بچه ها دقت کنید، در به صورت یک کلمه مستقل میشه آنجا، هنا اینجا، هناک آنجا. ولی وقتی ابتدای جمله میاد و بعدش هم یه اسم اومده، به عبارتی وقتی که خبر واقع میشود و قبل از مبتدا آمده است، دیگه نمیگیم آنجا، از اصطلاحی وجود دارد یا هست یا است استفاده میکنیم. پس هناک رو از این اصطلاحی که گفتم استفاده میشود. بریم ببینیم کدوم گزینه اینو داریم. وجود دارد، وجود دارد که البته تو جمله چون آلاف اومده وجود دارن معنا میشه. گزینه یک رو ما حذفش میکنیم، دارن. گزینه دو هم حذف میشه چون گفته آنجا. هناک رو به معنی آنجا گرفته که در اینجا چون ابتدا جمله و در نقش خبر مقدم اومده، آلاف هم میشه مبتدا، یا به عبارت ساده تر برای شما همون ابتدای جمله آمده است، دیگه آنجا معنا نمیشه بلکه وجود دارد معنا خواهد شد. خب مان کدوم گزینه ها بچه ها؟ گزینه 3 و 4. حالا بین 3 و 4 میخوام انتخاب کنیم. یه واژه‌ای رو داریم به نام آلاف. آلاف به من بگید بچه ها مفرد یا جمع؟ آلاف سری؟ آلاف رو بگید جمع. باریکالله. خب این 3 میگه هزاران و 4 میگه هزار. اینم حذف میشود و بنابراین گزینه 3 انتخاب خواهد شد. مواردی که به ما کمک کرد که هناک بود به معنای وجود دارد یا هست، و دیگری هم آلاف بود که جمع بود. میبینید که با دقت به این موارد گزینه ها انتخاب میشن. این هم از تست دوم. بریم برای تست سوم. در تست سوم ما این کلمه رو داریم، قد یدلو. خب قبلا اشاره کردیم که اگر قد با ماضی بیاد میشه ماضی نقلیه، اما اگر قد با مضارع بیاید میشود در ترجمه از واژه گاهی یا شاید انتخاب میکنیم استفاده خواهیم کرد. اینجا من می‌نویسم قد و همراه مضارع برای تقلیل یا تردید میاد، برای تقلیل یا تردید میاد. یعنی از واژه گاهی یا شاید استفاده میکنیم. خب میریم ببینیم کدوم گزینه‌ها این کار کردن. گاهی داریم، گاهی داریم، گاهی داریم، اما در 4 نداریم. این 4 حذف شد، منفی گرفت. خب
حالا بریم سراغ مورد دیگری که در اینجا آمده است. به صوت الخاص چی داریم در اینجا بچه ها؟ صوت موصوفه و اون هی که به چسبیده اون میشه مضاف الی و الخاص هم میشه صفتش. این زبان عربیه. در زبان عربی اول سه تا اسم که کنار هم میان، اولی رو میگن موصوف، دومی رو میگن مضاف الی، سومی میشه صفت. حالا ما اینو میخوایم ترجمهش بکنیم. در ترجمه فارسی چه اتفاق میفته؟ اول موصوف، بعد صفت، بعد مضاف الی. یعنی اول ما باید صوت رو معنا کنیم، بعد خاص رو، بعد هو رو. بریم ببینیم کدوم گزینه این کارو کردن. در اولی با صدای مخصوصش میپذیریم. دومی با صدای خود که خاص است نمیپذیریم. این که صفتی این نشد، داره خبر میده، اینم حذف شد. مون گزینه یک و سه. حالا بین یک و سه میخوایم انتخاب کنیم. اینم ببینیم چی گفته. با صدای مخصوص خود پذیرفته شد. حالا میریم سراغ کلمه بعدیمون که کلمه الابتعاد سری هستش. خب ابتعاد سری، ابتعاد در باب افتعال برده شده. باب افتعال معمولا لازم هست. در ترجمه از واژه شد استفاده می کنیم. مثلا وقتی میگیم انتشره یعنی منتشر شد. انتشار، منتشر شدن. حالا ابتعاد در اینجا گفته در گزینه یک خطاش اینه دور کردن، اما در گزینه سه گفته دور شدن سری، یعنی صفت رو هم رعایت کرد. زمینی که بچه آیا در سریع شما ضمیری دارید؟ داره میگه الابتعاد سریع، ضمیری ندارید. اما در اینجا اومده گفته که چی؟ برای دور کردن سریع خود. خودی وجود نداره، ضمیری وجود نداره که بخواد در ترجمه بیاد. بود و نبود ضمیرها که در ابتدا بهش اشاره کردیم. پس این گزینه هم حذف شد، ماند گزینه سه. گزینه سه رو انتخابش میکنیم. این هم مواردی که به ما کمک کرد. خب پس این ابتعاد هم من بنویسم. ابتعاد باب افتعال در ترجمه از واژه شد استفاده می کنیم و ضمنی که سری هم فاقد ضمیر هستش. خیلی خوب، این هم از این تست. بریم برای تست بعدی ببینیم چی داریم. یکی شاهده رو داریم، یکی کثیر من السیا. و به این ترتیبی براش اومده کثیر من السیا. سیا هم مثل طلاب میمونه، مفردش هست سائح گردشگر، سیا جمع اون هستش. پس یک کلمه جمع رو ما پیدا کردیم. یکی از اون مواردی که الان به ما کمک خواهد کرد ببینیم که کدومه. خب این در اولی میگه که گردشگران زیادی، ترتیب رو به هم زده، میگه که بسیاری از گردشگران میره کنار. دومی بسیاری از گردشگران میپذیریمش، اینم بسیاری از جهانگردان میپذیریمش. اما در چهارم میگه بیشتر گردشگران، خب میگه بسیاری از، من در اینجا نیامده، این دوتا رفتن کنار. مون گزینه دو و سه که میخوایم انتخابش کنیم. حالا کلمه بعدمون این کلمه است، نفس دلفین. نفس دلفین یعنی خود دلفین، دلفین ها یا دلفین یا همان دلفین. این نفس بالاخره به عنوان یک کلمه‌ای که باید حتما ما در ترجمه داشته باشیم. نگاه میکنیم موارد رو. در اینجا میگه که همان دلفینی، همان دلفینی. اما در سه میگه دلفینی، این نفس معنا نشده است. حالا یا همان یا خود به این شکل باید معنا بکنه که معنا نشده، حذف کرده، حذف و اضافه کلمات. یک کلمه آمده اما تو ترجمه نیامده، یک کلمه اصلا وجود نداره اما در گزینه اون اضافه شده است. پس بنابراین گزینه چی ماند بچه ها؟ گزینه دو رو انتخابش میکنیم. گزینه دو مواردی که به ما کمک کرد، یکی کسی رو من از سیاه بود، که سویا، خود این سویا جمع هستش و ترتیب کلمات در اینجا رعایت شد. بسیاری از گردشگران، یکم واژه نفس
نفسم که به معنای همان یا خود، به معنای همان یا خود باید بیاد که در اینجا این کار رو انجام نداده. و غلطهای دیگری هم میشه در مجموعه پیدا کرد که خب حالا در اینجا دیگه ما نیازی به اون پیدا نکردیم. مثلا خود اعجبه هم باز این ضمیره، این موارد، اینا میتوانن به ما کمک بکنن در موضوع ترجمه. خب بریم برای تست بعدی. در تست بعدی ما یکی کنت و اتذکر رو داریم. خب کانه با فعل مضارع اومده. اینو دیگه باید بسیاری از شما بدونید، وقتی کانه با فعل مضارع میاد میشه ماضی استمراری. می نویسم اینجا کنتو کنتو ماضی استمراری. خب ماضی استمراری بریم ببینیم کدوم گزینه این رو انجام داده. در اینجا بیاد می آوردم، بیاد می آوردم، اما در سه میگه بیاد آورده بودم، غلط است، و در چهارم بیاد می آوردم، اینم درسته، پس یک گزینمون حذف شد. اتفاق دیگری که باز افتاده است، یکی این کانه است، یکی قد هست، یکی تعبده، که کانه قد تعبده ماضی بعید هست. کانه با قد، کانه به علاوه قد به علاوه ماضی میشه ماضی بعید. خب ماضی بعید هم دنبال بود میگردیم، نگاه میکنیم، بریم ببینیم کجا داریم. اینجا عبادت کرده بود، اما در اولی میگه عبادت میکرد، عبادت کرده است، اینا حذف شد، این هم عبادت کرده بود. آه این یکی آخری عبادت کرده بود رو میپذیریم. اینم پس من مشخص بکنم با این رنگ، عبادت کرده بود. حالا بریم ببینیم بین اون دو گزینه‌ای که باقی ماند چگونه است. میگه که در آن لحظه ها کوه نور را بیاد می آوردم که پیامبر عظیم ما بارها در غار واقع در قله آن عبادت کرده بود. در اینجا کوه بزرگ نور، کوه بزرگ نور، در صورتی که این واژه ما نداریم دیگه. کوه بزرگ نور کجاست؟ جبل نور، کوه نور، یه واژه اضافی در اینجا آورده شده است. پس گزینه چی شد؟ گزینه دو رو انتخابش میکنیم و درست است. زمینه که باز در گزینه چار گفته در قاری که واقع، در صورت که قار به صورت معرفه اومده، این قارم به صورت معرفه است که اینجا درست است و در اینجا باز این قاری هم غلط هستش. اینها مواردی است که به ما کمک کرد که انتخاب کنیم گزینمون رو. زدیم گزینه رو دیگه نه بچه ها؟ گزینه رو نوشتیم، بله. خب بریم برای تست بعدی. گفته تعیین کنید صحیح رو. اولی بعد وفات امی قلت فی نفسی ذکریاتی ستق طولونی. خب میریم باز فعل خاص داریم در اینجا، این ستق طولونی خواهد کش مرا، اما چی معنا کرده؟ خواهم مرد. اینا غلطن، این ترجمه باید به صورت مستقبل، زمینی که خواهد کش مرا، این گونه خاطراتم خواهد کش مراد که در اینجا غلط هست. دومی فعلی که داریم اشاهدو هست. اشاهدو، اشاهدو یه فعل مضارع هست. ببینیم آیا مضارع معنا کرده؟ نه، مشتاق شدم، اینم غلطه. میریم برای سومی نظر تو الی والدی، اینم بهش دقت کنید بچه ها. والدی که دو تا یه اومده تشدید گرفته، در حقیقت مثنا بوده. مثنا و جمع و مذکر سالم وقتی اضافه می شود به یک کلمه دیگری، اون نونشون می افته. مثلا میگید که یوماهو، یوماهو، خب بوده یومانه، به اون هو خاصه اضافه بشه، نونش افتاده، نون مثنا در حالت اضافی هست بشه. اینجا هم والدی بوده والدینه، یعنی پدر و مادر، بعد بیای متکلم خاصه اضافه بشه، اون نون مثنا حذف شده است. پس والدی رو حتما بهش دقت بکن. اینجا من اینو بهش مواردی که به ما کمک میکنه، یکی اینه،
یکی این بود. بعد او شاهدو بود به عنوان مضارع. بعد والدی هست، والدی که تشکیل شده از والدین به علاوه یه، که در این صورت باعث شده که این نونه چی بشه؟ حذف بشه. خب اینم پس غلط شد که داره میگه پدرم، باز بگه پدر و مادرم، اینم غلط هست. میمونه گزینه 4 که در گزینه 4 هرچی گفته است صحیح هستش. فعل داریم، یتمنا، المزارع اون داریم که کشاورزان هستش. خب کشاورزان آرزو میکنن که عیونم جمع هست چشمه ها، همه درست رعایت شده. بار دیگر همه درست رعایت شده، گزینه 4 رو انتخاب میکنه. خب اینم از این. بریم برای مورد بعدی. گفته تعیین کنید خطا رو. در اولی باز ما برخورد میکنیم با این، یکی دلافین جمع، یکی قد یبلغو. قد با مضارع گفتیم از گاهی یا شاید استفاده میکنیم. بریم ببینیم چی داریم. دلفین ها، درسته، وزنی دارند. این اشکالی داره که گاهی، اینم اشاره شده به دو برابر وزن فلان، همش درست. این یک درست. بعدی ما این رو داریم، ما داریم، کانت داریم و تصدقو داریم. ما به علاوه کانه، به علاوه مضارع، ماضی استمراری منفی با ترجمه بشه. ببینیم این کارو کرده یا نه. خواهر کوچکم باور نمی کرد، باور نمی کرد، ماضی استمراری منفی، که آن دستبندها را برای او خریدم. مشکلی ما در اینجا نداریم، همه موارد درست ترجمه شدن. اساور هم جمع هستش، اینها هم درسته، همه موارد درست. در شماره 3 سألت ابی کیف یعیشو. بریم ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. میگه که از پدرم پرسیدم، اشکالی نداره. کیف یعیشو، این پرنده عجیب چگونه میتواند. این میتواند از کجا اومد؟ این که یعیشو چگونه زندگی میکند، میتواند. و در چنین مکانهایی، این تلکه در اینجا عرض بودیم چنین معنا شده. پس مواردی که به ما کمک کرد، یکی یعیشو فعلی که باید مثل خودش ترجمه بشه، توانستن نیست بلکه زندگی کردن، یکی تلکه است به معنی آن، اما در اینجا گفته که چنین. و گزینه 3 ما گزینه خطا هستش. مواردی که کمک کرده ما، یکی یعیشوی در گزینه 3، یکی هم تلکه هست. اینا مواردی هست که کمک کردن. گزینه 4 هم که هرچی گفته است، تلکه اعشابون طبیعه و تا آخر تو سعملان، که یک فعل مجهول هست و سایر موارد همه درست است. آنها گیاهان دارویی هستند که برای پیشگیری از بیماری ها به کار برده می شوند، به کار برده می شوند. ببینید مجهول بودن هم دقیقا رعایت شده و اشکالی برایش نیست. آفرین اونایی که گزینه ها رو دارن مشخص می کنند. خب شماره 8 هم که حسادت نیکی ها را می خورد، همانطور که آتش هیزم را میخورد. خب یه ترتیبی رو در اینجا برای خودش آورده، یکی حسادت هست نیکی ها را میخورد، همانطور که هیزم. خب حالا بریم در گزینه 1. الحسد همون حسادت هست، یعکل و میخورد خوبی ها را. این دقیقا جمع بودنه. کما، همانطور که آتش هیزم را میخورد. هیچ گونه ایرادی بر گزینه 1 نیست، همین گزینه 1 رو انتخابش میکنیم. اما در گزینه 2 النار یاکل الحطب، اینکه وارونش کرد دیگه، این غلط هستش دیگه. حالا ادامش هم همه غلطه. الحسادت میبرد حسنات رو، همچنان که خورده. باز اینجا ماضی آورده، در صورتی که اصلا ما ماضی نداره، میخورد مضارع هستش. این هم که میبرد حسادت اعمال حسنات رو، اینا که برای خودش توضیح داده است، ترجمه مستقیم نکرده است. گزینه 1 انتخاب شد. و اما بریم سراغ متنمون. من متن و داستانش رو میگم و بعد بریم ببینیم که چگونه است. البته من در متن ها بعدا مفصل بهش خواهیم پرداخت، که یک مجموعی است که اینا هم میتونن به ما کمک بکنن. بحث کلمات خاصی که اومده، مثلا کل اومده، جمعی اومده، عبد اومده، بعض اومده، کثیر قلیل، اکثر اقل، اینا کلماتی هستند که میتونن کمک کنن. شهرها، کشورها، گیاهان، نام اشخاص،
تاریخ ها، شماره ها، رقم ها، اینا همه وقتی اگه در درون مهد دیدید دورش دایره بکشید، شاید اینا در مجموعه اون چند تا تستی که مربوط به درک مطلب هست در اونجا به ما کمک بکنه. و بریم اینجا ببینیم که چی داریم. میگه که آهن از عناصر ضروری برای زندگی انسان و همچنین حیوان و گیاهان هستش. میگه که مشاهده نمی شود غالبا، مشاهده نمی شود، این واژه های چیزی رو حتما بهش دقت کنید، مشاهده نمی شود غالبا به شکل خالص، بلکه یافت میشه درش در ترکیب، یافت میشه اونها در ترکیبات و سنگ ها و معادن و کوه ها. رنگ آهن نقره ای هست در اصل، اما در هوا اکسید میشه، در هوا اون اکسید میشه، تغییر رنگ میده گاهی وقتا، و این سبب ضرورت حمایت از این دگرگونی و تغییر و تحول هست. عناصر در طبیعت به دو قسم تقسیم میشن بر اساس مقیاس وزنشون با آهن، و از اینجا تفاوت ویژگی ها مشخص خواهد شد. دو نوع ما میگه که برای تولید آهن داریم، دو راه. یکی از اونها تولید طبیعی از طریق استخراج از معادن و دیگری مصنوعی یا صنعتی، دیگری صنعتی است از طریق عملیات شیمیایی که به کار برده خواهد شد این عنصر اساسی در ساخت تجهیزات مختلف و همچنین در اون چه که ضرر میرسونه به انسان، مثل اسلحه در اونجا هم استفاده میشه. به این آهن در قرآن هم اشاره شده، میگه فرستادیم آهن رو که در اون سفتی شدیدی یا سختی و قدرت شدیدی بود و منافعی هم برای مردم. خب حالا سال اول میگه تعیین کنید صحیح رو در ارتباط با حدید. اولی میگه از تعرض للجب یزور تهدیدات تجهیزات آهنی مختلف رو، میگه که تعرض به جب و تعدی به جب ضرر میرسوند به تجهیزات مختلف آهنی. خب این بود دیگه، یعنی اینجا اشاره میکرد و بنابراین این گزینه یک رو ما میتوانیم استفاده بکنیم ازش. اما در دو، تولید صنعتی تنها طریق رسیدن به آهن است، این نبود و یافت نمی شود آهن به شکل خالص ابدا. ابدا، این ابداشو بهش دقت داشته باشید، ابدا داره میگه، ابدا، در صورتی که اینجا گفت چی بچه ها؟ غالبا، نه ابد، ابد یعنی هرگز، اما غالبا یعنی معمولا. خب پس اینم غلط هستش، اونم که قرآن کریم اشاره کرده در آیه ذکر شده به مزرات آهن، که در اینجا به مزرات آهن اشاره‌ای نکرد، گفت یک جسم سخت و شدید و سودمندم هست برای مردم. خب اینم از این. مورد دوم، تعیین کنید خطا رو. اولی میگه که رنگ آهن در شروع، در ابتدا مثل نقره است. خب این که درست بود. دومی، یافت نمیشود عنصری سنگین تر، یافت نمیشود عنصری سنگین تر اثقل از آهن در طبیعت. خب این که خود به خود دیگه ما تو متن نداشتیم، هم چیزی هم نیست، خیلی چیزهای دیگه هم میتونه در طبیعت پیدا بشه که سنگین تر باشه، اون اثقل و اکبر و صغیر و اینا که گفتم اینجا به ما کمک میکنه. پس بنابراین گزینه دوی ما گزینه خطا هست، همون اثقل رو ما نداشتیم دیگه در اینجا. خب مورد بعدی، تعیین کنیم موضوعات ذکر شده در متن رو. اگر شما متن رو کامل بهش توجه بکنید، این ترتیب رو شما در گزینه ها میتونید ملاحظه بکنید. همون گزینه یک، راه های تولید آهن، ابتدا منافع زیادی که داشت و قوت بسیاری که، نیروی بسیاری که در آن بود. این مورد اولی، بعدا متن رو که نگاه کنید، این ترتیب در اینجا، یعنی از اون بالا به پایین که میرسیم، این ترتیب رو ما داشتیم که میتونید ببینید. مورد بعدی هم میریم سراغ تعیین کنید خطا رو در اعراب و تعلیل صرفی. بچه ها اگر در اعراب و تعلیل صرفی فعلی اومد یا از مصادر مزید اومد، طبیعتاً
اولین گزینه مورد بررسی گزینه است که داره به اون باب اشاره میکنه. حالا فعلش بود، میگه مثلا از باب فلان، یا مصدرش اگه اومد از باب فلان، یا حتی خود باب رو به کار نمیبره، مصدر خود اون فعل رو یا اون کلمه رو به کار خواهد برد. حتما بهش دقت کنید. و از همه مهمتر این که صورت سوال ببینید چی میخواد از شما. میگه تعیین کنید خطا رو، نمیگه تعیین کنید صحیح رو. خب انتاج همتون میدونید دیگه بچه، از باب افتعال دیگه، با یه تغییراتی که حالا در این کلمه ایجاد شده، ولی از اون ت بعد از نون، ت دو نقطه که میاد، اینو نشان میده از باب افتعال هست. اما گزینه یک چی گفته بچه؟ گفته که از باب انفعال. خب همین گزینه یک گزینه خطا هستش، این از باب افتعاله و تمام، اینو هم انتخابش کردیم. بریم برای یسببو. یسببو گفته که فعل مضارع، بله، یه حرف اضافه دارد، بله، چون حروف اضافه رو در باب های ثلاثی مزید یا ثلاثی مجرد باید بریم سراغ اولین صیغه فعل ماضی. سبب، خب سه و به و به، این اصلی است، بهش تکرار شده، یعنی تشدید داره و میشه ثلاثی مزید. یک حرف اضافی هم بیشتر نداره. للغایب یعنی صیغه اول. خبر برای مبتدا که اگر تو جمع تو متن نگاه کنیم فکر میکنم که همین اتفاق افتاده باشه، یعنی خبر باشه برای بعد. هازا میشه مبتدا، این هازا میشه مبتدا، اینم میشه خبر، اینم درسته. بریم باز ببینیم دیگه چی داریم در مورد بعدی. خب در دومی میگه که ماضیش میشه سببه، یه حرف زائد داره فقط، فعل با فاعل جمله فعلی کاملا درسته. سه، مصدرش میشه تسبیب، از باب تفعیل است، درسته، بر وزن تفعیل درسته. فعل و فاعلش ضرورت، بریم ببینیم اینجا فاعلش ضرورت یا نه. خب داریم کجا؟ بله، و این موجب می شود چه چیزی را، چه چیزی را، اینجا مفعول، مفعول به هستش. خب برگردیم و در اونجا ببینیم که چه چیزی رو مطرح کرده. گفته که فاعلش میشه ضرورت و این غلطه و این گزینه سه گزینه خطا است. چهارم که فعل مضارع بر وزن یفعلو کاملا درسته، سه تا حرف اصلی داره که همیشه فعل ها سه حرف اصلی رو خواهند داشت و ادامه‌اش هم که درسته. اما بریم برای شماره 14 تعیین کنیم خطا رو در ضبط حرکات حروف. در ضبط حرکات حروف من گفتم همیشه باید به این موارد توجه بکنید. وزن‌های قیاسی، یعنی وزن‌هایی که همیشه ثابت هستن، همیشگی هستن، مثل باب‌های ثلاثی مزید، این از این، یا مثل ساختار مجهولی، یا مثل ساختار اسم فاعل و اسم مفعول، اسم فاعل و اسم مفعول، یا مثلا نون در مثنا، نون مثنا، یا نون در جمع مذکر سالم، و از این دست موارد که داریم حتما بهش دقت بکنید، مخصوصا بابای ثلاثی مزید. خب حالا میریم اینجا در اعتصمه، یک فعلی هست که تو قالب رفته، درسته، مسلمونه نونش چون جمع مذکر نونش مفتوح است، درسته، همه چیز موارد، یعنی تفرقو هم درسته دیگه، تفرقه تفرقه تفرقو، یعمرو درسته، مسلمینه نونش رو ملاحظه میکنید که نون مفتوحه هستش که باید هم باشه، جمع مذکر سالم هستش، و یسبو هم کاملا درست هستش، اینا معبودات درست، مشرکینه باز نونش جمع مذکر سالم کاملا درست هست، اینم ایرادی برش نیست. بریم برای مورد سوم. هو یحاولو، اون تلاش میکند، اینجا این غلطه، یحاولو به صورت مجهولی آورده هست که این غلطه و باید نوشته شود یحاولو، یحاولو یعنی فعل معلوم هست نه فعل مجهول، چون اصلا معنای مجهولی، اون تلاش میکند، تلاش بسیار، نه تلاش میشود، اون تلاش میشود که درست نیست. پس این غلط ما همینه دیگه، گزینه سه رو غلط میگیریم، سایر مواردش هم درسته. مورد 15 تعیین کنید خطا رو در مفهوم. الوصفه، وصفه یعنی نسخه بچه ها، مکانی است که، خب این که دیگه اصلا مکانی است، وصفه، الوصفه نسخه است، نسخه
پزشک بعد با مکان جور در نمیاد، گزینه یک گزینه خطا، چون صورت سوالم از ما خطا رو میخواد. اما صدا به معنی درد، درگیری، دردی است که احساس میکنه انسان اونو در سرش فقط. مستوصف هم یک نوع بیمارستان کوچکی است برای معالجه بیماران. درست سعید علی هم که به کسی میگن که کیفیت و چگونگی خوردن اون داروها و فروش اونها رو انجام میده. خب اینا همه درستن و میریم برای اینو که من شمارش زدم دیگه. یک، بله. و مورد بعدی یک جمله طولانی حساب کتاب باید بکنید دیگه. گفته است که شروع شد امتحان عربی در ساعت 8 صبح، 2 ساعت و ربع طول کشید، 17 تا دانش آموز داخل سالن شدن تا برای امتحان، 3 تا دانش آموز از اونها ترک کردن سالن رو. خب 17 تا 3 تا کم میکنیم میشه چند بچه ها؟ 14 تا. در ساعت 9 رو ولیکن دیگران نشستن اونجا تا پایان امتحان. صورت سوالم از ما خطا رو میخواد بچه ها، خطا رو میخواد. اینو باید دقت کنیم. خب اینو دیگه من مستقیما چون بررسیش کردم مورد رو، گزینه 4مون گزینه خطا است، چون میگه که 3 تا دانشون ترک کردن سالن. اینش درسته. نیم ساعت قبل از پایان امتحان، در صورتی که خب امتحان داره میگه که 2 ساعت و ربع بوده، بعد عرض بزرگ شما که تا پایانم نشستن و نیم ساعت قبل از و ساعتی هم کنها ترک کردن، ساعت 9 و ربع بوده و 8، 2 ساعت و ربع اضافه کنیم میشه 10 و ربع. اینا 9 و ربع اومدن بیرون، یعنی 1 ساعت در اینجا ما اختلاف داریم که این دیگه یک نیم ساعت نیست بلکه 1 ساعت اختلاف هست. 1 ساعت اختلاف هست، نه نیم ساعت. خیلی خب، اینم از این که همین گزینه رو گزینه خطا میگیریم. و شماره بعدی تعیین کنید منی که مفعول است. اول منا رو زیرش خط بکشیم یا بهش اشاره کنیم چیا هستن. این من، اینم من. خب من اولی که تکلیفش معینه، من اولی مبتداست، این مبتدا اول جمله اومده دیگه. مورد بعدی این من صدا زد مرا، اینم فاعله، این منم فاعله. اما ذکر کنید چه کسی را؟ کسی را که این من مفعوله، مفعول به هست. این من اولی هم که جایگاهش معلومه دیگه، من چه کسی در بین شماست. و اینم باز جایگاه، جایگاه مبتدایی هستش، بازم مبتدایی، یا شاید هم خبر مقدم در نظر بگیریم. به هر حال جایگاه مفعولی رو ندارد. گزینه 3 انتخاب می شود. اسطوری فعل و فاعله و من میشه مفعول، مفعول به. گزینه 3 انتخاب شد. و مورد بعدی تعیین کنه خبری که می باشد فعل، و اون فعلم براش 3 تا حرف زائده. خب اگه بنا 3 تا حرف زائد ما داشته باشیم، باید باب استفعال باشه، چون باب استفعال 3 تا حرف اضافی داره. میریم سراغ گزینه‌ای که تو باب استفعال برده، یکی اینجا یکی اینجا. دیگه ما باب استفعال نداریم. حالا بین این دوتا ببینیم کدوم یکی از اینا جایگاه خبری داره. در اولی این هاولائه میشه مبتدا، فلاحونه میشه خبر، پس یستخرجونه خبر واقع نمیشه. اما میریم برای بعدی، هما میشه مبتدا. بذارید این بر خط رو بکشیم که هما میشه مبتدا، این کلمه هم میشه خبر، خود به خود جایگاه خبری پیدا کرد و گزینه 2 انتخاب میشه. تست بدی نبودیم، موضوعی رو بهش پرداخته بود. اینم از این. شماره 19 تعیین کن آنچه را که درش حرف جر به معنای تشبیه هست. یعنی حرف جری که ما به معنای تشبیه داریم که هست دیگه.
این کاف به عبارتی. خب میریم ببینیم که کجا داریم. بله اینجا گزینه اینجا کریهن کریه ای کاف کاف تشبیهی هستش. ای کهی که اینجا اومده بذاریم چیزش کنیم که قاطی نشه دیگه. حرف جر و تشبیه ماننده میگه. خب همینو انتخاب میکنیم. این کس که جز حروف اصلیش حرف جر نیست، کرام هم که مال خودشه، کراهت اینا همه متعلق با خودش هستش. پس گزینه سه انتخاب میشه. من میریم سراغ مورد بعدی. تعیین کن خطا رو در استعمال نون وقایه یا نون وقایه. نون وقایه میدونید دیگه، میان فعل و یای متکلم یا میان حرف و یای متکلم آورده میشه. علمنی، ضربنی، اینطوری. خب اما در اولی که ادبنی رو داریم و مشکلی برش نیست. ادب نون وقایه اومده، بیای متکلم اضافه شده، تأدیب کرد مرا. اما در مورد بعدی تنتبهونی، تنتبهونی این از باب افتعال هست. باز قبلا هم اشاره کردیم بچه ها باب افتعال غالبا لازم هست. لازم اگر لازم باشد یعنی الان معناش میشه آگاه میشود، هر روز صبح آگاه میشود، بیدار میشود. اما اینجا امی اومده، یعنی باید بگه بیدار می کند مرا. پس بنابراین از باب افطار غالبا لازم هست. از واژه شد هم استفاده شده، استفاده می شود. انتبه ینتبه و انتباه یعنی بیدار می شود. و اگر فعل لازم باشد، اگر فعل لازم باشد یای مفعولی نداریم دیگه. یایی که نقش مفعولی رو داشته باشه ما نداریم. اون یای متکلمی که میان فعل و اون یای متکلم میاد باعث میشه که اون یای متکلم جایگاه مفعولی رو پیدا بکنه. اگر فعل ما لازم باشد که هست، اون یای مفعولی نیست و اون نونم نون وقایه نخواهد بود و نمیتونیم هم تو ترجمه، چون گفتیم به معنای بیدار میشود. هر صبح، هر روز صبح یا هر صبحی بیدار میشود. خب یا چی میشه؟ بیدار میشود من مادرم که نمیشه دیگه، باید بگه بیدار میکند. و اون نبهه باید به کار ببرد، اونه که فعل متعدیه، نه انتبهه. وقتی یه فعل مثلا تو مجردش لازم هست میبریم توی ثلاثی مزید متعدیش میکنیم. و برعکس اگر یک فعلی توی مجردش متعدی هست توی بابهایی میبریم و اون رو تبدیل به لازمش میکنیم. این دیگه متداول هست و باید بهش توجه داشته باشید. مثلا نزله به معنی نازل شد. این اگه میخوام متعدیش کنیم، یکی از راهکاراش اینه که ببریم توی برخی از بابهای ثلاثی مزید. مثلا بگیم انزله، نزله، اینا میشوند متعدی. باز اگر این طرف متعدی باشه ببرید تو مجرد، متعدی باشه ببرید توی یک اون باب ها، از قالب مجرد خارج میره. مثلا نشره، این یک فعل متعدی است، منتشر کرد. اما وقتی میبرید تو باب افتعال میگید انتشره، میشه منتشر شد، از متعدی به لازم تبدیل میشه. اینم همینجور تنتبهو تو باب افتعال لازم و از اصطلاح شد استفاده میکنیم، شد میشود، که اینم غلط هست. گزینه دوی ما گزینه خطا هست. اینم تست 20 از آزمون قلمچی. اگر سوالی بچه‌ها دارید از من بپرسید. و اینکه ما یه مقدار طولانی سپری کردیم بخاطر اینکه داریم تحلیل میکنیم، اینو هر نوبت هم گفتیم. کدوم یکی رو گفتی که نکتهشو یادداشت کنید؟ کدوم رو میگی؟ همون لازم و متعدی رو؟ بازم دوباره تکرار کردی اون نکته ای که گفتی یادداشت کنیم. منظور همین که فعل ثلاثی مجرد اگر لازم باشد مزیدش میکنیم متعدی میشه. آره همین.
امینو این گزینه دو رو میگی؟ بله گزینه دو گفتیم که انتبه ینتبه و از باب افتعاله. باب افتعال قبلا هم الان تو هم یکی از تست دیگه هم قبل داشتیم. باب افتعال لازم هست و در لازم ما در باب افتعال از صدای شد یا میشود استفاده میکنیم. یعنی وقتی میگیم انتشره میشه منتشر شد، درسته؟ و اینجا هم یعنی بیدار میشود، اما لازم است ما در این جمله بگیم بیدار میکند مرا مادرم. اگه بناس بیدار میکند مرا مادرم رو داشته باشیم، نباید تو این باب افتعال ببریم، نه به ینبه، از باید از فعل ثلاثی مجردش استفاده بکنیم. و یای متکلم هم در حقیقت اینجا جایگاه مفعولی رو داره که برای فعل لازم ما مفعول نمیخوایم دیگه، فعل لازم فاعل میخواد، مفعول نیازی نداره. به همین خاطر گفتم اگر فعل لازم باشه که هست، اون یای مفعولی رو ما نداریم، این یا دیگه مفعول نیستش. و اون مطلبی هم که اشاره کردم این بود که گفتم اگر مجرد لازم باشد با بردن به بابهای مزید متعدی خواهد شد و بالعکس. و بالعکس هم باز اگر مثلا مجردش متعدی باشه، باز تو اون بابهای مزید، برخی از بابهای مزید ببرید، اونو لازمش میکنید. مثال هم زدم دیگه، مثلا فرحه به من شاد شد، یک فعل لازمه، چه کارش کنیم متعدی بشه؟ یکی از کاراش اینه که ببریم ثلاثی مزیدش بکنیم. حالا بعضی از بابهایی که این مرسوم است و ما شنیدیم، مثلا میگیم فرح یا فرح و تفریح، وقتی که فرحش به معنای شاد شد هست، به فرحه که تبدیلش میکنیم میشه شاد کرد. چه کسی را شاد کرد؟ میبینید که از لازم به متعدی تبدیل شد. باز اگر بالعکس با توی متعدی شما فعلی داشتید که لازم بود، اون رو اگه میخواید متعدیش کنید مجردش کنید، همون انتشاره که من مثال زدم، انتشاره ینتشار انتشاری، الان لازم هستش. انتبه ینتبه و انتباه فعل لازم هست. اگه میخواییم مجردش کنیم، اگر میخواییم متعدیش کنیم، یکی از کارامون میتواند این باشه که مجردش کنیم، یعنی صرفیش کنیم، مازیش از صرف بیشتر تشکیل نشه. انتشره رو بکنیم نشره میشه متعدی، انتبهه رو بکنیم نبهه میشه متعدی، معنی متعدی پیدا میکنه. این جابجایی رو حتما به من یه نکته خوب در نظر داشته باشید. خیلی خوب مشخص شد آتیه؟ متشکر که گفتید تحلیل آزمونتون خیلی عالی است، متشکر. دیگه ما سعی کردیم به صورت تحلیلی اینو پیگیری کنیم، نه به شکلی که بخوایم سری گزینه‌ها رو انتخاب بکنیم، و از شیوه‌های مختلف هم استفاده شد. ممنون از شما، خیلی ممنون. بچه‌ها اگه سوال ندارید، ما اون بچه‌هایی که دانش آموزمون هستن باشن که میخوایم تحلیل آزمون بلند مدت جلسه پیشو داشته باشیم، بچه‌ها مهمان هم میتونن باشن، یعنی مخصوصا بحثی رو که میخوام بررسی بکنیم خب مهم هم هست، میتونید باشید شما. در غیر صورت ما دیگه به شما کاری نداریم، بچه خودمون بمونن تا تحلیل آزمون بلند رو داشته باشیم.